تکفیر صحابه. اصل رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن؟ پیغمبر سرش گذاشته می سه نفر مونده. بینندگان گرامی، این آخوند میگوید همه مسلمانانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند و در رکاب ایشان جهاد نمودند، همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چشم از جهان فرو بست، مرتد و کافر شدند به جز سه نفر. این است قضاوت آخوندان رافضی در مورد شاگردان و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما ببینیم قرآن چه تصویری از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم ارائه می دهد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق. و آنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه الله جهاد کردند و کسانی که مهاجران را پناه دادند و یاریشان نمودند، به راستی مؤمنان واقعی هستند و از آمرزش و روزی نیک و فراوانی برخوردار خواهند شد. و روزی نیک همان بهشت است، وگرنه یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم که در جنگ ها شهید می شدند و بیشترشان با فقر از دنیا رفتند، چه روزی نیکی در این دنیا به آنها رسید؟ و می فرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء وعلى الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی، فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشانه آنان از اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است و وصفشان در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و زخیم شده و بر ساقه‌هایش ایستاده و کشاورزان را شگفت زده می کند تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگی می دهد. حال قضاوت را به خود شما واگذار می کنیم. آیا دیدگاه این آخوند را می پذیرید که می گوید همه مرتد شدند، یا دیدگاه قرآن را که می گوید آنها مؤمنین برحق بودند؟ البته یک سؤال دیگری هم از این آخوند داریم و آن این که نظر شما در مورد کسی که بگوید همه شاگردان خمینی بعد از مرگش منحرف شدند و راه او را ادامه ندادند چیست؟ آیا چنین دیدگاهی را در مورد نهضت خمینی و شاگردانش میپذیرید و آن را توهین به شخصیت خمینی نمیدانید؟ قطعا نمیپذیرید و آن را توهین به خمینی میدانید. پس چرا انصافاً چنین اتهامی را در مورد آن حضرت و شاگردان معلمت بشریت به راحتی میپذیرید و به مریدانتان تلقین میکنید؟